27 بهمن ماه 1396 خورشیدی و 16 فوریه 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به حذف عمدی یا اونطور که اعلام کردن خودکشی دکتر کاووس سید امامی، استاد ارتباطات و جامعه شناسی ادیان دانشگاه امام صادق، فعال محیط زیست و مدیر عامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان. پرده آخرم آخر برنامه. موظفم طبق روال معمول برنامه های صدای آمریکا خدمتتون عرض کنم که نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما درباره تقدیمی، این عبارت یا خطابی که یکی دو ماهی باب شده تو ایران خیلی بامسماست: دختران خیابان انقلاب. هم اون مکان اولین ایستادن اولین زن جوانی رو نشون میده که روسریش رو بر چوب کرده بود و نظرها رو به طرف این حرکت نمادین جلب میکرد تو خیابان انقلاب، هم اسم مجازی مسیر این حرکت یا اسم حقیقیش این حرکت خیابان انقلاب که تا آزادی ادامه داره. اوایل دیماه بود که مردمی که از خیابان انقلاب رد می شدن تهران، به تقاطع وصال که می رسیدن زن جوونی رو می دیدن که ایستاده بالای یه سکو، روسریش رو زده سر یه چوب، همینطوری ساکت ایستاده به نشانه اعتراض به حجاب اجباری. این خانم ویدا موحد بازداشت میشه و بعد از فکر میکنم دو هفته آزاد میشه. نهم بهمن زن جوان دیگری میره روی همون سکو همونجا و روسریشو سر چوب میکنه و میسته. این بلافاصله تو خود تهران و شهرهای دیگه تکثیر میشه این حرکت. پلیس اعلام میکنه 29 نفر از دختران خیابان انقلابو گرفته. نمیدونم آیا تا حالا همشون آزاد شدن یا نه. یه خبری بود که همین دیروز پیروز هم باز یک دختر خانومی رو، یک زن جوانی رو بر سکوی خیابان انقلاب باز گرفتن. و به هر حال آنچه میدانم این است که همچنان تو شهرهای مختلف این حرکت کم و بیش ادامه داره و دیده میشه. تقدیمی امشب به دختران خیابان انقلاب. یه فیلمی پخش میکنه تلویزیون، همین سیمای جمهوری اسلامی، یه آدمی رو ساواک گرفته، بازجو شکنجش کرده، زندانی زیر شکنجه مرده. این داستان نکبت زندانای ایرانه.
دکتر کاووس سید امامی 64 ساله، تحصیل کرده دانشگاه اوهایو یا آمریکا در رشته جامعه شناسی و امور بین الملل، فارغ التحصیل در سال 1355، استاد جامعه شناسی دانشگاه جندی شاپور اهواز از سال 1358، ازدواج با خانم مریم منبینی در سال 1359، با شروع جنگ ایران و عراق از داوطلبان رفتن به جبهه ترکش خورده در جنگ خرمشهر و بعد از مداوا باز تدریس در دانشگاه، دکترای جامعه شناسی از دانشگاه اورگان آمریکا، از اواسط دهه 70 خورشیدی استاد ارتباطات و جامعه شناسی ادیان در دانشگاه امام صادق در تهران. این دانشگاه امام صادق که سال 1361 شروع به کار کرده و هدفش تربیت مدیر برای جمهوری اسلامی بوده است، هدفش تربیت مدیران جمهوری اسلامی است. سالهای درازی هم رئیسش محمد رضا مهدوی کنی بود که مرد. آموزش ها در سطوح نسبتاً بالایی است در این دانشگاه، هم در سطوح علمی و هم حوزوی، دوگانه از آموزش ها. گرانترین دانشگاه ایرانه. هیئت امناش رو اجازه بدین بگم که دیگه دستتون میاد خیلی چیزا. منباقر باقری کنی عضو 92 ساله مجلس خبرگان رهبری، پدر شوهر هدا خامنه ای، دختر رهبر معظم. محمد سعید مهدوی کنی، پسر محمد رضا مهدوی کنی که عرض کردم مرد. صادق لاریجانی که مستحضر حضورتون هستن، هیچ نیازی به معرفی ایشون نیست، رئیس هیئت امنای دانشگاه امام صادق تشریف دارن، افزون بر این که رئیس قوه قضاییه هستن ایشون. احمد اعلم الهدا امام جمعه و نماینده ولی فقیه در مشهد که دیگه این جمع رو کامل میکنه ایشون، و یه چند تا دیگه. اینا در واقع دانشگاه امام صادق رو اداره میکنن در چارچوب مافیای امنیتی و مالی خانواده مهدوی کنی که پیش از این در برنامه صفحه آخر برنامه مفصلی رو روی این موضوع داشتیم. دکتر مهدی خزعلی هم یکی از زندانهایی که کشیدن درست بعد از و به دلیل افشای جزئیات همین مافیای دانشگاه امام صادق تو همین برنامه صفحه آخر بود که متاسفانه بردنشون زندان و اتصاب قضای طولانی و این داستان ها. باری دکتر کاووس سید امامی چند سال است، یعنی عرض کردم از اواسط دهه 70 یا شاید، من نمیدونم، اوایل دهه 70 شاید، چندین سال بوده است که استاد همین دانشگاه بودند و بیش از 20 جلد کتاب ایشون رو همین دانشگاه منتشر کرد که هم به لحاظ موضوعی و هم محتوایی در ظرف دانشگاه امام صادق جا می گرفت، یعنی هم علم است و هم دین، و خب دین نه به مفهوم مجردش، دین به مفهوم ایدئولوژی حاکم، مذهب به مفهوم ایدئولوژی حاکم. فرض بفرمایید من یکی دو تا اسم کتاباشون رو خدمتتون عرض میکنم: انفاق و کمک های بین المللی، رفتارهای حمایتگرانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یا اخلاق و محیط زیست، رهیافتی اسلامی، یا سیاست، دین و فرهنگ و مانند اینها که عرض کردم کتابی دارن که انتشارات سروش و دیگران هم منتشر کردن، ولی در همین چارچوب ها، یه فکری و قلمی. و این کتابی که عرض کردم، اون عناوینی که گفتم، همون دانشگاه امام صادق، انتشارات دانشگاه امام صادق منتشر کرده. منتها برای اینکه آشنا بشین مستقیم تا حدودی با روحیه و فکر دکتر سید امامی، یه تیکه سخنرانیشون رو برای دانشجوها میکنن، این تیکه رو گوش بدید. یه دی بهتون خواهند گفت که آقا تو این اوضاع با این دولت با این شرایط هیچ کاری نمیشه کرد، بی خود زور نزنید، یعنی آیه یأس براتون بود. گروه دوم بحثشون دولت و نظام و اینا نیست، میگن ما ایرونیا،
و هزار تا منفی بافی در مورد ما ایرونی‌ها و فرهنگمون و غیره و زاده. میخواستم خواهش کنم که از این جور صحبت‌ها مطلقاً مایوس نشین. خواهین شنید، مدام خواهین شنید. مهم اینه که ما به هر حال کسانی هستیم که اگر هم یک اقلیت باشیم دلمون میخواد یه کاری بکنیم، یه مسئولیت اجتماعی داریم، دلمون میخواد یه کاری بکنیم و باید این کارو به رغم همه مخالف خونی‌ها انجام بدیم. بله، ایشونو با حکم دستگاه قضایی اطلاعات سپاه 4 بهمن 96 بازداشت میکنه. 20 بهمن یعنی 2 هفته بعد همسرشون خانم مریم مومبینی رو میخوان بازجویان. بیش از 3 ساعت از ایشون بازجویی میکنن، بعد ازشون تعهد میگیرن، امضا میگیرن که با رسانه ها مصاحبه نکنن. در آخر بهشون میگن همسرتون تو زندان خودکشی کرده. یعنی از اول توجه بفرمایید که چجوریه روال کار اینا. خبرگزاری سپاه دست به کار میشه. به گزارش خبرگزاری فارس، کامران سید امامی، برادر کاووس سید امامی که در روزهای گذشته به اتهام همکاری با یک شبکه جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات به نفع بیگانگان در بازداشت خودکشی کرده است، در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت ما در حال حاضر داغداریم و از رسانه‌ها خواهش داریم که به شایعات دامن نزنند. وی ادامه داد واقعاً تعدادی از رسانه‌ها مریض هستند و دائما ما را تحت فشار گذاشتند که مجبور به بیان خلاف واقع شویم. کامران سید امامی ادامه داد بنده و همسر مرحوم کاووس سید امامی جنازه را دیده ایم و با اصرار معاون دادستان که جنازه را نگاه کنید و همه موارد را بررسی کنید این کار را کرده ایم و بجز آثار حلق‌آویز شدن که در روی جنازه معلوم است و این موضوع در فیلم زندان هم کاملا مشخص است، هیچ مسئله دیگری وجود ندارد و خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن کاملا مشهود است. خب اینو فارس میزنه، نمیدونم تسنیم میزنه، رسانه های سپاه، اطلاعات سپاه همونه کشتنش. خب رامین پسر هنرمند کاووس سید امامی که روزانه اخبار مربوط به این موضوع رو در توییتر و اینستاگرام خودش منتشر میکنه و اصرار داره که فقط و فقط از همین طریق توییتر و اینستاگرام ایشون رامین سید امامی دنبال بشه قضایا و نه از هیچ منبع دیگری، نوشته که این مصاحبه که الان براتون عرض کردم فارس منتشر کرده دروغه. همچین مصاحبه‌ای با فارس و هیچ رسانه‌ای هیچ یک از برادران کاووس سید امامی نداشتن. من این متن رو میخونم که رامین نوشته، پسر کاووس سید امامی. رامین نوشته ما روز 23 بهمن 96 به پزشکی قانونی کهریزک رفتیم با همراهی 2 وکیل، آقایان کیخسروی و درفشان. در اونجا به وکلای ما اجازه ورود به دفتر ریاست برای دیدن جسد و گزارش پزشکی رو ندادن و ما بدون آنها با مسئولان مرکز دیدار کردیم. به ما گفتن کالبد شکافی روال عادی پس از مرگ در زندان است و گزارش پزشکی قانونی هم روال اداری خودش را دارد و حتی در صورت تسریع 4 تا 6 هفته صدورش طول میکشه. به ما گفتن که اگه بخوایم وکلا در جلسه و در دیدن پیکر کاووس حضور داشته باشن باید به دادسرای ناحیه 27 برویم. این همان دادسرایی بود که 3 روز قبلش جمعه 20 بهمن 96 مادرم را احضار کرد و بهش گفتن برای دیدن همسرت بیا و قبل از اعلام مرگ کاووس 3 ساعت ازش بازجوی تهدید کردند و در آخر هم ازش تعهد کتبی گرفتن که هیچ حرفی با رسانه ها نزند و الا خودش را هم میگیرن. از همین دادسرا مادرم رو به همراه عمویم کامران بردن به سردخونه و جسد پدرم رو بهشون نشون دادن. در دادسرای ناحیه 27 من و برادرم در حضور وکیلهامون با آقایی به مدت 2 ساعت دیدار کردیم که با ما همکاری کرد. وکلا درخواست دیدن مستندات یعنی فیلم داخل سلول یا به گفته خودشون سویت و محتویات پرونده رو کردن. من تنها عضو خانواده بودم که فیلم را دیدم. اون عمو کامران فقط جسد رو دیده و فیلم رو ندیده که میگفت در فیلم مشهود خودکشی کرده. البته رامین پسر برادر کامران
یعنی پسر دکتر کاووس سید امامی به صراحت عرض کردم، نوشته و الانم میخونم براتون، که اصلا اون مصاحبه ها دروغ، اینا برای خود شما اشتان، هیچ کس هیچ مصاحبه ای نکرد، اینا همه داغ دارن. و میخوام اینجا تأکید کنم، رامین ادامه میده، اینجا تأکید کنم که برخلاف گزارش های پراکنده، عموی من فیلم را ندیده، همچنین هیچ یک از عموهای من با رسانه ها صحبت نکردن و حرف های نقد شده از اونا درست نیست. صرف نظر، ادامه میده، صرف نظر از رنج و مرارت طاقت فرسای دیدن ویدیو اون فیلم داخل سلول که میگن به نماینده هم نشون دادن، به صراحت میتونم بگم که از دیدنش نمیشه نتیجه قطعی گرفت. چرا که چگونگی وقوع مرگ در فیلم دیده نمیشه. اون چی که در فیلم دیده میشه اینه که پدر من عصبی و بیقراره، با خود واقعیش زمین تا آسمون فاصله داره، مدام از یک طرف سلول به طرف دیگه میره، پریشونه. قاطعانه میتونم بگم که اون مردی که با پای خودش و به تنهایی به اتاق مجاور میره که به ما گفتن دستشوییه، در اوضاع روحی خوبی نیست. 7 ساعت بعد جسدی رو از همون اتاق بیرون میارن، چون میگن تو توالت رفته خودکشی کرده. تقاضای وکیل ها برای دیدن این سلول رد شد، همونجا پرونده ای تشکیل شد برای پیگیری موضوع. همچنین توی دادسرا بر روی موبایل تصاویری از کالبد شکافی رو نشونم دادن. صبح 24 بهمن 96 من و مهران برادرش، این دو پسر کاووس سید امامی هم، من و مهران و چند عضو خانواده به پزشک قانونی کهریزک رفتیم و پیکر کاووس رو پس از اینکه دوباره با رئیس مرکز دیدار کردیم تحویل گرفتیم. گواهی که این مرکز به ما داده، کجا؟ پزشکی قانونی. گواهی که این مرکز به ما داده دلیل مرگ را در حال بررسی عنوان کرده. نکات بسیار روشن و بسیار مهمی تو این نوشته بود که برمیخوریم به ادامهش در ادامه برنامه به این موضوع. خانواده سید امامی تقاضای کالبد شکافی مستقل کردند که تقاضاشون رد شده و خاک سپاری رو مقامات مشروط کردند به اینکه کالبد شکافی مستقل انجام نشود. گفتن خودمون کالبد شکافی کردیم دیگه، نتیجهش هم 4-5 هفته دیگه طول میکشه، حالا بهتون میدیم. سه‌شنبه 24 بهمن کاووس سید امامی در زادگاهش روستای عمامه در شمیرانات شمال تهران دفن میشه. مراسم یادبود و ختم که قرار بود پنجشنبه 26 بهمن برگزار بشه اجازه داده نمیشه، در مسجد الرضا در همونجا. تو این فاصله از طرفی دولت کانادا اعتراض میکنه به ایران که جمهوری اسلامی موظف است درباره مرگ این استاد دانشگاه که تابعیت کانادایی هم داشته پاسخ روشن بده. همین امروز هم من خبر دیدم که سازمان ملل هم از جمهوری اسلامی خواستار آزادی عمل به فعالان محیط زیست شده با اشاره به مرگ دکتر کاووس سید امامی در زندان. از طرف دیگه اطلاعات سپاه با چند تا نماینده مجلس جلسه میذاره و یه فیلم 10 دقیقه‌ای بهشون نشون میده، همون که رامین پسر دکتر کاووس گفت از خانواده فقط من دیدم این فیلم رو. صحنه خودکشی در اونجا دیده نمیشه و چرا دیده نمیشه؟ فیلم چطور بود؟ چون آخه گفتن که ایشون رفته داخل سرویس بهداشتی و اونجا در واقع اقدام به این کار کرده و طبعا در داخل سرویس بهداشتی دوربین وجود نداره، لذا این خود این موضوع دیده نمیشه. حدود مثلا 7-8 دقیقه نشون میداد که ایشون مثلا داره نگاه میکنه اطراف رو، یا مثلا لامپ رو فرض کنید که به وسیله بشکنه یه ابزاری پیدا کنه، مثلا احتمالا برای خودکشی، یا پیراهن خودش رو داره آزمایش میکنه که مثلا فرض کنید رو دوش خودش انداخته یا بخواد از رو استفاده بکنه. خب در این چند دقیقه اون اپراتوری که پشت مانیتور نشسته خب باید متوجه میشد که احتمالاً مثلا یک چنین قصدی وجود داره و زودتر باید اقدام میکرد و جلوگیری میکرد، در حالی که خب دیگه وقتی کار انجام شده اونها متوجه شدن.
علی مطهری تنها کسی است از این نماینده‌ها که فیلمو دیدن که صریح میگه صحنه خودکشی در فیلم دیده نمیشه و در واقع یه جوری به قول خودشون پشکیک میکنه در موضوع. بقیه همه یه مش دروغ و تفسیر از فیلمی که هیچ از خودکشی نشون نمیده میگن و دروغایی از قول خانواده سید امامی میگن که فقط داغ و نفرتشون از این جنایت و از این جماعت بیشتر میکنه. صحبت های نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس رو بشنم. بسم الله الرحمن الرحیم. فیلم خودکشی مرحوم سید امامی با حضور نایب رئیس محترم مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و جمعی از نمایندگان در هیئت رئیسه بازبینی شد و در این فیلم گفته شد که مشاهده شد، کاملا شفاف و روشن مشاهده شده که ایشون خودشون مقدمات خودکشی رو فراهم میکنن، پیرن خودشون رو در میارن، آماده میکنن برای این کار و حتی تختی که در اون استراحت میکردن رو طوری بازسازی میکنن که اگر مامورینی آمدن و تخت رو دیدن احساس کنن که کسی خوابیده، یعنی با بالش و اون پتویی که داشتن اونجا رو کاملا بازسازی به شکلی میکنن که همه احساس کنن که ایشون در تختش خوابیده و خانواده خود مرحوم هم وقتی فیلم رو دیدن برداشتشون همین بود که هیچ عامل دیگری دخالت در مرگ ایشون نداشته، کاملا اقدامی از طرف خودش بوده و حتی درخواست کالبد شکافی هم نکردن برای این مرحوم، چون کاملا واضح و روشن هست. خب ایشون به جهت اینکه استاد دانشگاه بودن در مکان خاص و مناسبتری نگهداری می شدن و فیلم کاملا مسجل هست که نشون میده که ایشون خودش خودکشی میکنه. هیئتی که تیم به اصطلاح فیلم رو دیدند همه به اتفاق تایید کردن که اقدام ایشون اقدام شخصی و برای خودکشی هست. واقعا این چه مجلسیه؟ این چه کمیسیون امنیتیه؟ امنیت ملیه؟ این چه سخنگوی کمیسیون امنیت ملیه؟ میگه خیلی شفاف دیدیم هممونو، خانواده هم دیدن همین نظر رو دارن که مسجله که ایشون خودکشی کرده، خانواده هم درخواست کالبد شکافی نکرده. همون دو سه تا عکسی که از تو موبایل به رامین سید امامی داغدار نشون دادیم زیادیشون هم بود. بریم دادستان تهران دروغای گنده تر میگه. ببینین اون دیبش اون اسناد و تحقیقات ارائه شده، یه فرصتی خواسته و گفته من وقت بدید من پاسخ بدم که تحقیقات برای روز بعد موکول میشه و چون متهم ملاحظه کرده اسناد و اطلاعات زیادی در اختیار سیستم تحقیق کننده قرار گرفته، حالا به این نتیجه رسیده که خودکشی کنه. والا اینطور نبوده که ناشی از عدم نظارت باشه. ببینین حرفاش واقعا به ریخت و قیافه، ریخت و قیافه این دادستان که مثلا باید مظهر پاکی و آرامش و عدالت باشه میاد. چنان با قاطعیت میگه اسناد جاسوسی رو که دید تصمیم گرفت خودکشی کنه و این کارم کرد که انگار خودش بوده اونجا. این داستان دادستان دستگاه عدل اسلامی آقایون با این پیشونی پینه بسته از بس دروغ گفته. یه مش دروغ هم درباره پزشکی قانونی و خانواده دوباره همین آدم ردیف میکنه که میبینین حالا نه هنوز پزشکی قانونی نتیجه نمونه برداری رو داده، همین پزشکی قانونی خودشون، نه خانواده میگن خودکشی کرده، اما آقای دادستان از قول هر دوتاشون میگن کرده. علی‌رغم این که هم پزشکی قانونی هم قاضی ویژه دادسرای جنایی هم خانواده متوفا اعلام کردن این موضوع خودکشیه، دارن کمانکن فرافکنی و تشکیک میکنن. این در واقعش اینه که این خودکشی انجام به رخ داده، پزشک قانونی در گزارش کالبد شکافی نوشته، با اینکه اینها به کالبد شکافی درخواستی نداشتن، ما تاکید کردیم کالبد شکافی انجام بشه. چقدر خوبین شما. پزشکی قانونی که طبق نوشته صریح پسر دکتر سید امامی براتون خوندم علت
مرگ رو نوشته در حال بررسی. خانواده که خواستن کالبوچه کافی مستقل انجام بشه ولی همین آدم چرکوی دروغویی که دیدی نذاشته. چی رو اینا میخوان قایم کنن؟ هر کدومشون هم که سمت بالاتری دارن تو این دم و دستگاه دروغای گنده تری میگن. سخنگوی قوه قضاییه رو ببینین، آقای ایجهی میگه اصلا به طور قطع دکتر سید امامی خودکشی کرده. تحقیقات که تا این لحظه به دست اومده قطعا یک خودکشی هست، اما اینکه انگیزه این خودکشی چه بوده، آیا به خاطر اینکه احساس کردن مطالبشون لو رفته یا مسائل دیگه هست، حالا اونها این بخش از قضیه هنوز ادامه داره، اما اینکه یک خودکشی بوده به طور قطع الان روشن شده که مسئله خودکشی بوده. انگیزه خودکشی چی بوده هنوز باید پیرامونش دقت بیشتری بشه، تحلیل بیشتری بشه، ولی ظاهر نشون میده که بر اساس اطلاعاتی که فکر کردن لو رفته و برای خب یه فردی مثل ایشون که در سمت استاد دانشگاه بوده و چهره‌ای بودی که بعضی از جوانان میشناختن، علی‌القاعده خیلی سنگین بوده. یادتون اخیراً اجعی درست همینطور حرف میزد درباره کشته شدن جوانای مردم تو بازداشتگاه و زندان یه ما پیش تو اعتراضات سراسری دیما. یک نفر در کلانتری به اصطلاح خودکشی کرده بود که هنوز به زندان معرفی نشده بود و کسی بود که بر اساس گفته نیروی انتظامی فردی بود معتاد دارای سابقه مقدمخ در عراق، قدری هم مواد مخدر همراهش بوده و در کلانتری اقدام به خودکشی کرده که به طور طبیعی پرونده در دستگاه قضایی عراق، حوزه قضایی عراق براش تشکیل شده، داره پیگیری میشه که دقیقاً موضوع چی بوده، ولی فردی بوده که اصلا به بازداشتگاه معرفی نشده بود، یعنی به زندان معرفی نشده. فردی هم در رابطه با همین اختشاشات اخیر دستگیر شده بود، در زندان اوین بود که ایشون هم در خودکشی کرده، در دستشویی رفته، حالا با تحقیقاتی که الان فیلمی که هست در اون قسمت هایی که معمولا تصویر هست، تصویر همه قسمت ها رو برداشته، او هم رفته در دستشویی خودکشی کرده. هیچ کدوم این تصاویر نشون نمیده، همون موقع هم هیچ، برای اینکه دوربین ندارن تو دستشویی‌هاشون، ولی یه طوری حرف میزنه که انگار ما همه رو نشون مردم که نمیدن که. اولی که گفت اژه‌ای به اصطلاح خودش خودکشی کرده این جوون گل وحید حیدری بود، دست فروش بوده، نه معتاد بوده نه قاچاقچی، برنامه مفصلی داشتیم دربارش. چرا خانواده وحید حیدری به شدت تحت فشارهای امنیتی هن همچنان و مجبور شدن وحید رو تو قبر و مکانی دفن کنن که ماموران امنیتی تعیین کردن، اگه خودکشی کرده بود. دومی هم سینا قنبری بود که این همین بازی که الان درباره دکتر سید امامی در آوردن و فیلم بیمعنی زندان رو گفتن نشون نماینده ها میدیم و نمیدونم دادن یا ندادن، به هر حال همین بلا سر سینا قنبری هم اومد که گفتن تو دستشویی بخش قرنطینه اوین خودش آویزون کرده. پرونده جاسوسی که این حضرت آقای اژه‌ای و اون دادستانش و سخنگوی این جماعت ازش حرف میزنن، و چند تا از فعالای محیط زیست و دوروبری های دکتر سید امامی را هم اطلاعات سپاه گرفته، بر پایه گزارش اطلاعات سپاهی که میگه اینا در پوشش رصد کردن محیط زیست از سایت های موشکی ایران جاسوسی میکردن، فیلم تهیه میکردن و در اختیار کشورهای دشمن قرار میدادن. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در مورد شایعه نصب برخی دوربین های زیست محیطی که گفته میشود اینها برای رصد فعالیت های موشکی بوده گفت این دوربین ها را برای دیدن یوز پلنگ ها استفاده می کنند که برد آنها بیش از 50 متر نیست. خب پس چیه ماجرا؟ چیه ماجرا؟ وقتی هیچ توضیحی مقامات مسئول قتل و خودکشی در زندان ها نمی دن، بدیهی است که تحلیل جای خبر رو می گیره. تحلیل هایی که البته ممکنه خیلی هاش بیشتر حقیقت رو توضیح بده. من نمونه بگم خدمتتون، بابک داد روزنامه نگار نوشته قتل آشکار دکتر کاووس سید امامی در زندان احتمالاً برای سرپوش گذاشتن بر چیزی است که
او شاید با گروهش در یافته‌های محققانه خود در محیط زیست کشف کردند چیزی که نباید می‌دانستند. سپاه از سدسازی مانند شاهکار سد گتوند که مناطق کشاورزی خوزستان را در چند سال به کویری شورزار تبدیل خواهد کرد، تا انواع صنایع آلاینده و میکروبی، تا ماجراجویی غیر استاندارد در باروری ابرها و آزمایش‌های اتمی و موشکی و فعالیت‌های زیرزمینی، قطعاً در بروز بسیاری از مشکلات زیست محیطی ایران نقش مستقیمی دارد که دیر یا زود فاش خواهد شد. ببینید، یه نکته مهم اینجاست و اون این است که دکتر کاووس سید امامی از نوشته‌هاشون برمیاد که علیه نظام مستقر نبودن، یعنی به هر حال برای جمهوری اسلامی خودی به حساب می‌اومدن. ضمناً تو دانشگاه امام صادق هر کسی نمیتونه استخدام بشه، مخصوصاً به عنوان استاد. با یکی از فارغ التحصیلای دانشگاه امام صادق صحبت میکردم، آقای عباس خسروی فارسانی که سالهای 77 تا 83 ایشون تو دانشگاه امام صادق دانشجو بودن و دکتر کاووس سید امامی رو از نزدیک میشناسن. توی دوران جنگ ایشون به جنگ رفته بودن، ظاهرا از مجروحای جنگ هستن، اما هیچ وقت آدم سیاسی نبودن و افرادی که به کار علمی انجام میدن خیلی وارد سیاست نمیشن و این سیاست وجود داشته از همون اول که از علمشون استفاده بشه، حالا به نوعی زیر نظر گرفته بشن، به نوعی جاهای دیگه نرن. اما ایشون، من توی دانشگاه هم بارها که ایشون رو میدیدم، خیلی وارد سیاست نمیشدن، مسائل سیاسی و اینها. حتی من این اخیرم که این مسئله مطرح شد، یه پیگیری کردم توی آرشیو شخصی خودم از عکسایی که از دانشگاه داشتم، همینطور توی به صورت آنلاین، حتی یک عکس از ایشون با مسئولین دانشگاه توی مراسم‌های رسمی دانشگاه پیدا نکردم. نکته دیگه که من ایشونو بارها میدیدم توی دانشگاه بود، مثلا با یه لندروور داشتن و یه باربند خیلی بلند رو بسته بود میومدن، یعنی اون فعالیت‌های محیط زیستیشون حتی توی دانشگاه که میومدن یه نوعی نمود داشت و دانشجوان ایشون دوست داشتن به خاطر همین رویه علمی قوی که داشتن و در این فعالیت‌های محیط زیستی گاهی اوقات به دانشجو بیرون میرفتن. بنابراین به نظر من حداقل در مدورای مهدوی کنی یا اون ایامی که من بودم، یعنی از سال 77 تا 84 که توی دانشگاه بودم و یه دوره تقریبا چند ماهه‌ای که توی دفتر نشر دانشگاه بودم، کارشناس مسئول دفتر نشر دانشگاه بودم و اتفاقا آقای سید امامی که خیلی کتاباشون اینجا منتشر کردن، گاهی اوقات یه مراوده و مواجهه‌ای داشتیم. اونجا هم دوباره خیلی مسائل سیاسی نبود. حتی اخیرا من مثلا دیدم خود دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشگاه، توی اردیبهشت 96 یه همایشی برگزار کرده بود که خدای سید امامی بودن، در مورد کاربرد روانشناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی در انتخابات. نهایت بحث سیاسیشون در این مورد روانشناسی و جامعه شناسی و ببخشید اینجور مسائل بود. خب ببینین، حذف فیزیکی آدم‌ها تو مجموعه‌های امنیتی به ویژه خیلی وقتا میتونه به این دلیل انجام بشه که طرف به مرحله رسیده که زیاد میدونه یا چیزی رو فهمیده که نباید میفهمیده، و این مخصوصا در مورد خودیا بیشتر صدق میکنه. آقای دکتر سید امامی رو نمیشه تو این مجموعه دید؟ بنده ای هست ایشون خودی بودن، ولی نه خودی به این معنایی که در واقع خیلی حالا وابستگی امنیتی به نظام داشته باشن یا در واقع توی پروژه های امنیتی نمیدونم مشارکت کنن. یه آدمی بودن که احساس میکردن آدم سالمی هست، سریشم در واقع در توی کار خودش هست و از نظر علمی هم قوی هست. یه نکته که حالا من به ذهنم میرسه این است که اتفاقا گاهی اوقات وقتی این افرادی که حالا به نوعی حداقل از نظر علمی بی خطر محسوب میشن یا خودی محسوب میشن، یک ضربه شستی نشون دادن به اینها شاید خیلی بیشتر مؤثر باشه با توجه به اون پروژه‌ای که خدای خامنه‌ای هم داره، النصر به رعب، اون استراتژی حکومتیش در واقع این وحشت رو میندازه حتی توی خودی‌هایی که ممکن هست بخوان به هر دلیلی کوچکترین فاصله‌ای بگیرن از سیستم یا اساساً خود این وحشت انداختن که هیچ کس در امنیت نیست، خود این میتونه خیلی مؤثر باشه از نظر امنیتی. چند سال پیش جسد یک استاد دانشگاه دیگه تو دانشگاه امام صادق پیدا شد، دکتر نوری، که گفتن تو استخر ماهی تو دانشگاه امام صادق جسدش رو پیدا کردن. ایسنا 10 اسفند 78، جسد پروفسور نوری از استادان رشته اقتصاد دانشگاه امام صادق صبح امروز در محل استخر ماهی این دانشگاه پیدا شد.
مرحوم نوری از استادان بنام و مشهور رشته اقتصاد در جهان بود، به گونه ای که دایره المعارف بریتانیکا با ویژه کردن یک صفحه از وی به نام یکی از بزرگترین اقتصاددانان دنیا یاد کرده است. وی مدارک دکترای خود را در رشته های اقتصاد و چند مدرک فوق لیسانس در زمینه علوم انسانی را از دانشگاه های معتبر آمریکا و اروپا به دست آورد و با ترک خانواده خود به ایران بازگشته بود. همچنین در گفتگو با دانشجویان دانشگاه امام صادق مشخص شد که مرحوم نوری بارها ضمن اشاره به این نکته که میل دارد در محل تولد خود جان بسپارد درباره خودکشی با آنان صحبت کرده بود. شواهد و قرائن در مورد این مسئله دلالت بر احتمال خودکشی دکتر نوری را تشدید می کند. چی بود اون ماجرا؟ 77 بود وارد دانشگاه امام صادق شدم و این قضیه سال 78 اتفاق افتاد اگر اشتباه نکنم، چون خبرش رو من فکر کنم فرستادم خدمتون، اسفند 78 بود. ایشون رو ما بارها توی دانشگاه میدیدیم. ایشون هم یه استاد اقتصادی بودن، منتها مثل همین آقای سید امامی آدم خیلی سرش توی کار خودشون، خیلی همچین دوستدار محیط زیست و طبیعت و اینها. گاهی خود با دوستان میرفتن توی طبیعت توی اطراف تهران بیگردش و اینها، ولی توی دانشگاه ما میدیدیم ایشون زیر درختای خرمالو گاهی اوقات قدم میزدن میچرخیدن. خیلی هم آدم متواضع افتاده، استاد اقتصاد دانشگاه بودن و دانشجوها هم خیلی زیاد دوست داشتن ایشون رو. یه روز صبح ما یه دفعه دیدیم، گفتن که جسد ایشون رو توی استخر ماهی دانشگاه پیدا کردن که یک استخری بود کنار در واقع مسجد و رستوران دانشگاه، و خیلی خوب همه شگفت زده شدن، شوکه شدن. همون موقع هم توی بچه‌ها خیلی مطرح شد که ایشون چون از قبل از انقلاب از اساتید برجسته بودن، ظاهرا من نمیتونم قطعی تایید کنم، ولی از اساتیدی بودن که به نوعی تصفیه شده بودن، ولی خدای مهدوی کنی به خاطر علم ایشون گفته بودن حالا ایشون از علمشون استفاده کنیم و به نوعی زیر نظر همونجا باشن. اما خیلی ناگهانی خلاصه جسد ایشون پیدا شد. یکی از خیلی صحبت‌های جدی که مطرح شد اینه که ایشون رو کشتن توی اون استخر ماهی، چون استخر حالا جوری هم نبود که حالا کسی اونجا غرق بشه یا بخواد خودکشی کنه. در هر صورت شاید نمیدونم، و یکی از تحلیلایی که بود این بود که حالا جای کشته شده و این جسد رو اونجا انداختن. اما نهایتاً توی اون فضای بعد از در واقع اون فضایی که قطعه‌های زنجیره‌ای کم و بیش دیگه داشت مطرح می‌شد و توی همون ایام بود که مثلا آقای کردوانی که اون موقع رئیس بخش فرانسه دانشگاه بود توی لیست قطعه‌های زنجیره‌ای بود، مدتی اصلا مخفی شدن. در هر صورت یکی از تعبیرهایی که اون موقع هم شد این بود که در واقع این یک تلیه‌ای بود بر قطعه‌های زنجیره‌ای و توی همون پروژه قرار گرفت، حالا به نوعی کشته شد و اون رو هم با بحث خودکشی و اینجور مسائل خب خبر رسمی که منتشر شد و البته توی اون فضایی که شبکه‌های اجتماعی نبودن، خبررسانی خیلی گسترده نبود، توی اخبار گم شد. اتفاقا به نظر من اون هم یکی از مسائلی هست که خیلی جدی باید مطرح بشه، بحث حالا خودکشی به تعبیر جمهوری اسلامی و یا به احتمال خیلی زیاد قتل آقای پروفسور نورعلی نوری ناینی که معروف بودن به پروفسور نوری. اون رو من فکر میکنم توی یک شرایطی شبیه آقای، چون از نظر شخصیتی از نظر علمی میشه اینها رو در یک راستا ارزیابی کرد. بله بسیار سپاسگزارم از آقای عباس خسروی فارسانی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق. با یه زندانی دیگه صحبت میکردم، آزاد شده دیگه، رها شده دیگه صحبت میکردم که در شرایط شاید مشابه از جهاتی با دکتر سید امامی بوده است، از این نظر که ایشون هم از متخصصانی بوده است به اصطلاح نمیدونم خود همین متخصصان از تکنوکرات هایی بوده است در نظام جمهوری اسلامی ایران که به زندان میفته، تو زندان قرار بوده است که خودکشی بشود یا سکته کنه، بعدم اعلام بشه که مثلا از ایست قلبی درگذشته. آقای عبدالحسین حراتی از دوستان قدیم خانوادگی هاشمی رفسنجانی، تابستان 92 آقای حراتی که تابعیت استرالیا هم داشته و دارند از استرالیا میرن ایران، دوره ریاست جمهوری روحانی تازه شروع شده. اسفند 92 آقای حراتی میشه مشاور رسانه‌ای فرهنگی و اجتماعی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که هاشمی رفسنجانی بود، همزمان میشه رئیس اداره آرشیو و اسناد دانشگاه آزاد اسلامی. قبل از اینکه عبدالحسین حراتی سال 92 بیاد ایران، سال 88 بعد از انتخابات در جریان انتخابات یه نامه سرگشاده می نویسن به
آقای مهدی کروبی و تو اون نامه با اشاره به اعدام‌های سال 67 به کروبی انتقاد میکنن که چرا از خمینی طرفداری میکنی. به هر حال آقای عراتی 4 سال بعد از این نامه میرن ایران و حدود 1 سال در ایرانن. بعد از 2 ماه کار کردن در مشاورت هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص و مصلحت نظام و ریاست مرکز آرشیو و اسناد دانشگاه آزاد بازداشت میشن سال 93 و یه راست برده میشن به بند 241 اوین مال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. یه روز 29 خرداد بود، ظهر ریختن توی خونه ما و به صورت خیلی وحشتناکی، به صورت خیلی بدی. مثلا دختر من با تاپ بود، خانم من با لباس خونه بود، ریختن، بچه ها جیغ میکشیدن. عرض کنم خدمت شما اینا ریختن تو خونه، مسلسل به دست اومده بودن که کیو بگیرن، که یه آدمی که 4 تا کلمه حرف زده، یه نامه نوشته، یه مصاحبه کرده که اون مصاحبه رو اجازه برای این که اصلا مصاحبه پخش نشه این مادن و این بازی رو شروع کردن، چون که اگه اون مصاحبه پخش میشد دیگه نمیتونستن این کارو بکنن. بله که البته اون مصاحبه در روزنامه ایران منتشر نشد، اصلا درباره وضعیت موجود بود و محکوم کردن در واقع شورای نگهبان به عنوان نهادی که اصلا جمهوری اسلامی رو نابود میکنه. آقای حراتی رو اجازه بدین که ماجرای دوره زندانشون رو از خودشون بشنوید. بله عرض کنم خدمت شما، من وقتی که رفتم مریض بودم، این مقدار رفتم تب داشتم، رفتم توی زندان، منو بردن گفتن شما باید بهت آمپول بزنیم، باید و بعد بهت سرم تزریق بکنیم و اینا. منم گفتم خب آره بریم، من بد نیستش، منم این تبم میاد پایین. رفتیم اونجا و یه سری تزریق هایی به من کردن. بعد از چند روز من دچار بیماری DVT شدم. تو اصطلاحاً هستش، میگن انگلیسیش از DVT، مختصر مختنین ابریویشن دیپ وین امبولو، بله چیزای پزشکی، امبولوسیس. بذاری من یه توضیح کوتاهی بدم. این آمبولی یا لخته خونی که در جایی از بدن ایجاد میشه به طور غیر طبیعی و اگه به قلب و ریه آسیب بزنه مرگ میشه گفت قطعی است. همین مختصر، بقیه‌شو بشنو. عرض کنم خدمت شما، من وقتی که رفتم دو سه روز پام به شدت درد میکرد، گفتم آقا میخوام برم به بیمارستان اوین. من اونجا بردن به بیمارستان اوین، بیمارستان همون زندان. پزشک، دو تا پزشک جالبه، اون پزشکی که این چیزها رو به من تزریق کرد یا آدمی است، اونم میشناسن اونجا، میدونن، وصفشو از دیگرانم شنیدم. من اونجا آدم، یه آدمی بود شبیه تکش، عرض کنم خدمت شما، زمین بود ولی دکتر بود، لباس کثیف ژولیده، روپوش مثلا سفیدش معلوم بود شسته نشده، اتو نداشت، یه چیز وحشتناکی بود، ولی این نسخه می نوشت. این آقا این نسخه های تزریق و اینا رو بر من نوشت. من وقتی، یه پزشک کشیکی بود، آدم بسیار خوبی بود و پزشک بود، واقعا معلوم بود پزشک عمومی بوده، صبح کار میکرده. عرض کنم خدمت شما، وقت بعد از ظهرش هم مثلا میذاشته، بعد از ساعت اداری هم پول نداشتیم میومده اونجا، پزشک اوین شده بوده. این آقای دکتر دومی وقتی که پای من شروع کرد درد گرفتن، من رفتم معاینه کرد پامو و خصوصیاتش رو که بهش گفتم، گفت این آمبولیست، این در واقع همون DVTست و شما باید به سرعت بستری بشید. من می نویسم که ایشون باید به سرعت بستری بشه در بیمارستان در خارج از زندان. و یه نسخه هم نوشت که گفت باید هپارین روی شکمش مثلا تزریق بشه، وارفارین، بعد از این چند روز هپارین روی شکم تزریق شد، وارفارین بهش داده بشه، بعد بره، همین الان هم باید بره بیمارستان خارج از اوین. منو آوردن، نه اون نسخه رو پیچیدن برام و نه، عرض کنم خدمتتون، من بیمارستان بردم، من آوردن انداختن تو سلول مجددا. دو سه روز باز پام به شدت درد میکرد، یواش یواش داشت به تبدیل به یه، مثلا فکر کنید شما یه وزنه 30 کیلویی ببندن به بدن شما،
اصلا نمیتونستم بکشمش رو زمین و به صورت وحشتناکی پام درد میکرد. این لخته خون گیر کرده بود و حرکت نمیکرد. اینا هم به من دارومو نمیدادن که اینو حلش کنه، یعنی داروی هپارین و وارفرینی که برام نوشته بود اون دکتر. توی سلول یه آدمی بود، یعنی ما سلولی بود که 3 نفر بودیم، یه آقایی بود، این وارفرین میخورد، من ازش وارفرین گرفتم، یه روز 2 روز 2 تا دونه وارفرین ازش گرفتم. خب تو سلولا چیز هست دیگه، دوربین هست، همه چیز رو کنترل میکنن از اتاق فرمان بند. عرض کنم خدمت شما، این آقا گفت صداش کردن بیرون و بعد برگشت گفت آقا من دیگه بهت نمیتونم وارفرین بدم، نمیتونم بهت وارفرین بدم دیگه، مسئولش خودتی. بعد هم فرداش اومدن منو بردن، اصلا از اون سلول بردن بیرون، بردن در یک سلول دیگری، یه آقای دیگری رو هم از یه جای دیگری آوردن باز توی اون سلول من. ببینین با آقای عراتی صحبت که میکردم از شکنجه توی این سلول جدید خیلی مفصل با جزئیات گفتن که متاسفانه فرصت پخش کامل نداریم، البته فیلم صحبت کامل نزد ما موجود هست. فقط خدمتتون بگم که مهمترین چیزی که بازجوها میخواستن بهش برسن این بود است که از طریق پخش مداوم صدای پتک بر سقف سلول زندانی رو به یه عدم تعادل روانی دچار کنن. روز سوم که رسید دیگه من داشتم دیوانه میشدم، دیگه داشتم دیوانه میشدم و همون روز یه مرتبه رئیس بهداری زندان اوین با رئیس بند آقای عباسی نامی بود، رئیس بند 241، اومدن در سندون رو وا کردن و رئیس بند رو کرد به اون آقای رئیس بهداری، گفت ایشونه، هم ایشونه رو کرد، من گفت ایشونه، من ایشونه رو، خب حالا این گفت دیگه. بعد من به رئیس بهداری که میشناختم تو اونجا دیده بودمش گفتم که آقا من پام خیلی وحشه، این دیویتیه، دکترتون گفته دیویتیه و به من میدونم دیویتی چیه و بهم گفته دیویتی چیه، آقا خطرناکه، من وارفارین باید بخورم. گفت نه تو قصه نخور، اگه وارفارین بخوری راه میفته. رفتن، البته قطع شد، یعنی اون شکنجه سفیدی که در واقع 12,000 بار 10,000 باری که در روز این پتکایی که صدای وحشتناکی که دیگه آخری میلرزیدیم ما با هر یه پتک، با هر یه صدای وحشتناک قطع شد. بعد این که قطع شد، اون همسلولی من برام شروع کرد تعریف کردن، گفت به مدت 20 روز با من این کار رو کردن، با من این کار رو کردن و من دیوانه شدم دیگه، دیگه سرمو گرفته بودم تو دستم و فریاد میکشیدم، گفتم تو رو به خدا به من یه قرصی چیزی بدید که من آروم بشم، من بتونم بخوابم، من اصلا دیگه وقتاییم که شما نمیزنید نمیتونم بخوابم، من نمیتونم زندگی کنم. بعد گفت به من 2-3 بار قرص دادن، 3-4 تا قرص دادن، گفت قرصای توهمزا بهم دادن و من دیوانه شدم، احساس میکردم زنم پشت در سلول داره جیغ میکشه و دارن بهش تجاوز میکنن، مادرم رو آوردن دارن بهش تجاوز میکنن، بعد پای خونی بچه‌مو میدیدم از زیر در، در صورتی که زیر دری وجود نداشت، در کاملا کیپه، ولی من زیر در میدیدم، میدیدم پای خونی بچه‌مه. و بعد منو اومدن و بستن مثل دیوونه ها، سر و کلمو میزدن به دیوار و اینها، میخواستم خودم رو بکشم که اینا اومدن و منو بردن به یه جایی و خوابوندن و یه چند روز اونجا بودم و بعد 2 مرتبه برگردوندنم به سلول. بله، این وضع چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه؟ چقدر ادامه پیدا کرد؟ 19 روز این وضعیت ادامه پیدا میکنه و بعد حالشون بدتر و بدتر میشه. آقای حراتی میفسنشون که دکتر مثلا داخلی بهداری اوین که معروف بوده است، شاید هنوزم هست این آدم، معروف به پزشک احمدی دوره رضا شاه. من ناگزیرم که فقط خلاصه بگم که سرنوشت آقای حراتی این میشود که طبق گفتگویی که با هم داشتیم من خدمتتون عرض میکنم که به هر حال در روز تعطیل که در واقع معمولا روزهای تعطیله که این
مرگ ها در زندان به وجود میاد، این قتل ها به وجود میاد، پنج شنبه تا شنبه. پزشک کشی که بهداری اوین این گزارش می نویسه به مرکز که غلام حسین عراتی در بند 241 اوین داره می میره و احتیاج مبرم به انتقال به بیمارستان داره. به خب قضیه به طور رسمی میره بیرون و باعث میشه که آقای حراتی، به هر حال کسایی که براشون کار میکرد آقای حراتی، آقای هاشمی و اینا، مطلع بشن، فوری تیمی رو بفرستن. اونا خودشون تیم امنیتی قوی داشتن و حراتی رو از زندان بیرون ببرن بیمارستان طالقانی و اونجا هم مرگ نجات پیدا کنه و بعدم بعد از ماها میان بیرون از کشور. یکی از دوستان ما رو برده بودن اسرائیل، برده بودن اونجا، بعد وارد یه باغی شده بود، خیلی زیبا بود، بعد دید یه جا زالو میندازن، یه جا عرض کنم که دارن فصل میکنن، یه جا دارن حجامت میکنن. بعد این تعجب کرد، گفت خانم این جریان چی هست؟ که به اون خانم بوش گفته بود که این جریان چی هست اینجا، شما این حجامت و فصل و اینا. گفته بود که شما برو از رئیس فوق تخصص ما که رئیس بیمارستان هم هست بپرسین، ایشون همه مسائل میدونه. رفته بود انگلیسی صحبت کرده بود، اون آقا برگشته و گفته بود آقا من ایرانی هستم، با من ایرانی صحبت کن. گفته بود که خب این جریانا چی اینجا؟ گفته که خب ما داریم حجامت میکنیم، فصل میکنیم، زالو و اینها، همون طب صادقی که شما دارید و طب رساله ذهبیه و طب اول سینا و جورجانی ما اینجا داریم اجرا میکنیم. بعد برگشته گفته پس این داروهای شیمیایی، این غذاها، این چیزایی که تو ایران تو خاورمیانه شما، میگه خب ما اینا رو برای شما درست میکنیم. این روازاده دوم بود. شب و روزگار خوش.